یکی از بحث های پیچیده در این خصوص هست که یک جنین از چه زمانی یک فرد به حساب میاد. خب از چه زمانی به عنوان یک فرد مستقلی به حساب میاد؟ خب این به تعریف های مختلفی به اصطلاح میرسه. در بحث مسائل سنتی این قضیه هست که چهار ماهگی، یعنی این بحث، این اگه این نه ماه هست، خب این بحث در چهار ماهگی انتقال صورت میگیره. حالا انتقالی که صورت میگیره اینه که تششعات دوران بارداری یک جنین چیزی رو جذب میکنه که به اصطلاح بیاد و این جنین رو به عنوان، یا حالا این موجود رو به عنوان یک مرکب مورد استفاده قرار بده. خب اونه که میاد چیه که میاد تو این دوره با هم نفس و اینا رو که بررسی کردیم دیگه، درسته؟ کامل راننده. این راننده است که مرکب انتخاب میکنه، اینجا این مرکب و بعد اونجا اون مرکب و مرکب مرکب. خب راننده اگه ما بخوایم جواب بدیم، تعریف ما میشه نفس. اونی که میاد نفسه. روح اصلا تعریفش چیز دیگه از روح حادیست. اینجا کارش اینه که ما رو به سمت بالا بکشونه، اونجا کارش اینه که به سمت بالا بکشونه و همینطوری، یعنی در واقع ما رو هول میده به سمت بالا. اما اونی که میاد انتخاب میکنه راننده است، نفسه. خب این مسئله، پس مسئله روح با مسئله نفس دو تا چیز متفاوته. اما در اصطلاح عامه یک کلمه میگن روح از اینجا مثلا در این چهار ماهگی میاد. مسئله اینجاست که چه موقع یک موجودی دیگه موجود به حساب میاد، چون هنوز یک جنین کالبد ذهنیش، کاربرد روانیش و اینا هنوز شکل نگرفتن. یعنی وقتی متولد میشه، خب تا اینجا فقط کاربرد ذهنیش، مدیریت بدن و سلولش، اونم اشتراک با مدیر سلول بدن مادر داره اونو کنترل میکنه و هنوز چیدمان اطلاعات نداره. تا زمانی که یک فردی، تا زمانی که یک موجود چیدمان اطلاعات نداره و تا زمانی که در واقع داره از موجود دیگری ارتزاق میکنه و ساپورت میشه و پشتیبانی میشه، این موجود موجود مستقلی نیست و هنوز کالبوتا شکل نگرفته و هنوز به عنوان یک واحد قابل چیز، چی میگن، که دیگه اومده باشه مستقل شده باشه، به حساب نمیاد به یه عبارتی. و از بعد از تولده که اینا همه استارت میخوره، کاربرد روانی شروع میشه به چیز، کاربرد چیدمان اطلاعات، نمیدونم تو این بحث ماجرای عقل، اون نرم افزارهای عقل و اینها یکی یکی استارت میخوره، تیک میخوره، وجود داره ولی هنوز اکتیو نیست. شروع میکنه به اکتیو شدن و اومدن توی مدار و این راننده تازه تکلیفش معلوم میشه. بنابراین به یک عبارتی تولده که موجود مستقل رو عرضه میکنه. هنوز موجودی که اون برای قضیه هست ناقصه، هنوز بسیاری از بخشهای وجودیش چیز نداره، فقط یک نرم افزار، فقط اینجا بحث به اصطلاح مدار فرمان برقی هست که اشتراکی داره با مادر تنفسش رو و مسائل مختلف رو داره چیکار میکنه، طراحی میکنه و صرفاً یک مرکبه. خب صرفاً یک مرکبه. اما محدوده اینه که توی این نه ماه گفته بشه از کجا یک موضوع عرض میکنم مفصله. همونطور که مرگ، درست لحظه مرگ قابل تعریف نیست، خب لحظه اینه که ما درست چیزو زندگی مستقل آغاز کرده باشیم و یک واحد به حساب بیایم، این خودش محل خیلی صحبت‌ها و بحث‌هاست که هنوز انجام
نشده، هنوز هیچ به اصطلاح کار خاصی در مورد صورت نگرفته. تا اینجا یک موضوعی است که چهار ماهگی رو قبل از چهار ماهگی رو قبول ندارن، فعلا اتفاق نظر اینه و بعد از اونه که تالا تازه به شکلی به حساب میاد. اونم همین مسئله هم دوباره در جوامع مختلف نقطه نظر مختلف دارن. یه جای وقتی میگه دوتا بچه کافیه مثل چین، دیگه به اصطلاح این نوزاد در هر چیزی باشه به صورت قانونی میتونه چی بشه؟ حذف بشه، بره کنار. نمیدونم در یه پزشک کافیه بگه که نمیدونم چی میتونه در هر چند ماهگی باشه این حذف بشه و به اصطلاح نادیده گرفته بشه. بنابراین اینا برمیگرده به گذشته از این بحث تخصصی پیچیده‌ای که حالا معلوم نیست کی وقتش بشه راجبش صحبت بشه. فعلا عرف هر جامعه ای و قانون، عرف و قانون و شرع و این حرفا داره تعیین میکنه که در اون جامعه چجوری به این مسئله نگاه بشه. ولی آینده دنیا این چیزها رو تغییر میده، یعنی در آینده دنیا مسائل این قضیه صرفا میره در اختیار قانون قرار میگیره و مثلا خیلی از کشورها که به خاطر کنترل جمعیت و این حرفا این مسئله رو در اختیار گرفتن. تو حالا راجع به نحوه اومدن اینا هم قبلا توضیحاتی باید دادیم که نحوه این انتخاب، این هر چی میاد جلوتر تششوش کاملتر میشه و در یک لحظه از انتخاب نهایی درست در لحظه است که این چیز انجام شده، یعنی به یک حدی از تکامل رسیده که کالبدها از نقطه نظر کالبدهای مختلف یک به یک حدی رسیده که اون مسئله انجام میشه. مثلا شما به یک کالبد ذهنی بر نمیخورین که بگه من دوران مثلا 3 ماهگی 4 ماهگی 5 ماهگی بودم، ولی به طفل بر میخورین. خب اینجاست که من خدمتتون میگم اما چرا ما مقدمه بحث رو اصلا میایم؟ به خاطر اینکه ما در آینده بسیار نزدیک با شرایط خاصی برخورد میکنیم، مثل حالا جایی که ممالکی برخورد کردن، یکی تو بحث کنترل جمعیتی، یکی ولد بدون والده. خب یعنی در واقع فرزندی که والد نداره، یعنی اینا نسل جدید، الان نسل جدیدی داریم که دیگه فرزند بدون والد، بحث تکثیر سلولی داریم، مسائلی داریم که اگر نتونیم الان جوابهای رو بدیم براش، فردا همه چیز میکنن که خب چطور شد و یک ماجراهای عجیب غریبی پیش میاد که اون وقت برای بعضی ها مثل ما ممکنه که چی میگن اون وجدان بشری رو بخواد تحریک بکنه، اون وقت بخواد احساس پوچی به ما دست بده، بعد بخوام فکر کنیم که ما نظام رو به هم زدیم، نظام هستی رو، در حالی که هیچ کدوم از اینا نیست. ما فقط یک مطالب رو نمیدونیم، ندونستن اون مطالب ممکنه باعث این چیزا بشه. ما باید آماده یک سری از حوادثی که در راه هست اجتناب ناپذیره، این دست ما نیست که ما بگیم که نه، اجتناب ناپذیره. بایستی پذیرای شرایط جدید باشیم و پذیرای شرایط جدید شدن بدون اینکه دچار مشکل ذهنی بشیم، خب بدون اینکه مشکل ذهنی بشیم نیاز به دانستن یک سری مطالب و اطلاعات داره، از جمله تعریف دقیق. تعریف دقیق از این مسئله است. حالا مثلا فرض کنید یک ماشینی از خط تولید داره میاد بیرون، هنوز رنگ نشده. حالا اگه این ماشین بیاد بیرون باز میتونه راه بره، ولی کامل نیست. مثلا وقتی یه بچه 7 ماهگی میاد دنیا، خب هنوز قابلیت زندگی رو دیگه الان داره، درست کامل نیست ولی هنوز الان میتونه قابلیت زندگی داشته باشه، میتونه زنده بمونه. خب این ربطی به نبوغش نداره، این یک چیزیست که تعریف شده، هر نوزادی میتونه 7 ماهه به دنیا بیاد.
نه دیگه اگر که متولد شد دیگه متولد شده، دیگه رسمیت پیدا کرده. خب ولی قبل از اون، قبل از اون مثلا شما تو تجارب خودتون بر نمیخورین به یک کاربود ذهنی که دوران جنینی رفته باشه. به اینا نکات مهمیه دیگه، شما باید تو بحث تجربی، خب در بحث علم تجربی این قضیه شما بر نمیخورید به جنینی که مثلا فرض کنید که الان بیاد بگه که بله من 5 ماهه بودم منو سقط کردن، حالا منم اینجا الان شاکیم یا الان اینجوریم یا بمانم. ببینید نیست. یعنی یک بخشی از قضیه تحت حالا بحث علوم تجربی میاد الان با علم و اطلاعاتی که بر اساس بررسی تجربه ما میتونیم، حالا کاری اصلا با آگاهیمون در این مورد نداریم، بحث اصولا تجربه. خب کسی برخورد کرده به همچین موضوعی که باشه استاد؟ این سقط جنین که میگن کارما داره، کارمای قتل نفس داره، اینا این هم باز برمیگرده به اون وجدان و قوانین بشری؟ قوانین بشری برمیگرده. الان در یه جایی اصلا همچین مسئله نیست، همچین بحثی نیست، بستگی به قوانین مقررات و وجدان داره و وجدان هم تعریف شده است. الان ما که مثلا فرض کنید در ایران هستیم، تابع قانونی هستیم، تابع چیزی هستیم، وجدانمون یه جور دیگه عمل میکنه، مثلا در فرض کنید اروپا، آمریکا، جای دیگه اینجوری اصلا نیست. من بحث رو اینجا عرض کردم، لازم دونستم به خاطر اینه که ما در آینده نزدیک مسائلی رو در پیش داریم که اصلا فکرش رو نمیتونیم بکنیم، مثل همین بحث فرزند بی والد. خب بحثای دیگه‌ای که به اصطلاح پیش میاد که از نظر تاریخی سابقه نداشته، حالا تکلیف چی میشه؟ خب از این نقطه نظر که از حالا اطلاعاتی رو یواش یواش مورد بررسی قرار بدیم، آماده بشیم. باید آماده باشیم، آماده بشیم. باز این مسئله رو از این نقطه نظرم بگم که خانم هایی که مجبور شدن مثلا در این قضایا وارد بشن، دوباره به نوعی اونها دچار مسائل و مشکلات، در حالی که اینها هم عرض میکنم چیزای خاص خودش رو وقتی بهش نگاه بکنیم اونها هم حل میشه و معضلات بعدی هم پیش نمیاد. نه ببینید این موضوع فرق میکنه. الان اطلاعات ما از دوران جنینی ثبت و ضبط میشه، یعنی گیرنده های اونجا هستن که دارن ثبت و ضبط میکنن. مثلا مادر به چه موسیقی گوش داده، خب ثبت و ضبطه. ممکنه منم الان از یه موسیقی خوشم بیاد. چرا خوشم میاد؟ چون مادرم دوران بارداری گوش میداده. مثلا الان اطفال دوران جنگ، خب یعنی بارداریشون رو در مثلا خصوصا مناطق جنگی یا حالا به نوعی درگیر مناطق، حالا درگیر مثلا جنگ بودن، چیزای خودشونو دارن، تنشای خودشونو دارن، دلنگرانی ها و استرابای خودشونو دارن، با یه صدا یه جوری واکنششون میدن که بقیه اینطوری نبودن. این اطلاعات موجوده، یعنی ثبت و ضبط شده. اون مثل یک گیرنده است که داره ثبت و ضبط میکنه. اما این مسئله الان که ما به دنیا اومدیم اون اطلاعات بهش دسترسی هست و میتونیم بریم پیگیری کنیم، ولی زمانی که منقطع شده دیگه مثل چیزی میمونه تو خط تولید که یک محصولی رو از خط خارج میکنن، میگن این به درد نمیخوره، کوالیتی کنترل رد میده، از تو خط خارج میشه. خب خود اون قطعات از بین نرفته، بردنش جدا، ولی از به اصطلاح کارخونه به عنوان یک محصول رسمی به اصطلاح خارج نشده.